سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشه خوش اومدیم به یک بازی فوقلاده که در 17 دسامبر 1965 بین بابی فیشر و پال بنکو انجام شده این مسابقه در دور اول مسابقات قهرمانی آمریکا که در شهر نیویورک برگزار می شده انجام شده اما راجع به این دو بازیکن کن باید رابرت جیمز فیشر یا همون بابی فیشر رو بشناسین قهرمان اسبق شطرنج جهانی که اهل کشور آمریکا بود و بدون شک یکی از نوابق تاریخ شطرنج دنیاست. اما از اون طرف پال بنکو دورگست مجارستانی آمریکاییه اما توی کشور فرانسه به دنیا آمده. پال بنکو در هشت سالگی شطرنج رو از پدرش یاد گرفت اما نتونست تا 17 سالگی توی هیچ تورنامنت شطرنجی شرکت کنه و هیچ ای رو انجام بده به خاطر جنگ جهانی که در حال انجام بود. اما یک خاطره جالب از پال بنکو. پال بنکو زمانی که توی جنگ بود سربازهای جماهیر شوروی در حال حمله به سربازهای کشورش بودن که دقیقا نمیدونم کدوم یکی از کشورها بود یا فرانسه یا آمریکا یا مجارستان بود به هر صورت که فکر کنم مجارستان بود دقیقا نمیدونم اما به در حال حمله به سربازهای کشورش بودن و تعدادشون خیلی کم بود و قطعا زورشون به سربازهای جماهیر شوروی نمیرسید به همین دلیل پال بنکو یک ایده به ذهنش اومد و اونم این بود که یک چاهی رو حفر کنن و توی اون قایم بشن و این ایده رو به فرماندهشون داد و این از این ایده خوشش اومد و در نیت یک چاهی رو حفر کردند و توی اون قایم شدن و از شر سربازهای جماهیر شوروی تونستن خلاص بشن پال بنکو اونقدر شطرنج سطح پایینی نیست و اگر که بازیاشو دیده باشین میدونید که چقدر تاکتیک های زیبایی رو توی صفحه شطرنج آورده بالاترین ریتینگی که پال بنکو تونسته بهش برسه ریتینگ 2530 بوده اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ مسابقه ازتون میخوام اگه تا حالا به کانال من نشدین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید که اولین نفری باشید که ویدیوهای من رو تماشا میکنید خب دیگه بریم سراغ این مسابقه فوق العاده خب تو این مسابقه فیشر مهرای سفید رو داره و گوشش e 4 انتخاب میکنه حرکت e 5 حرکت اسب اف 3 حرکت اسب سی 6 حرکت فیل b 5 گوشش روی لوپز حرکت a 6 دفاع مورفی فیل برمیگرده و اسب میاد توی خونه f 6 دقیق ترین حرکات موجود که اینجا قلعه میره بازیکن سفید قاعدتا میدونیم اگر که این حرکت انجام شد حرکت دیچار 4 داریم و وارد این لاین میشیم که در نهایت ما پیاده رو پس میگیریم حتی بعد از اینکه این حرکت انجام شد پیاده رو در نهایت پس میگیریم اما دقیق ترین حرکت اینجا اینه که این حرکت انجام بشه فیل برگرده بعد از اون این حرکت انجام بشه و وارد این لاین بشیم که روخ میتونه بیاد توی بازی و پوزیشن کاملا بالانسه اما همونجور که میدونیم پیاده رو قبول نکرد اینجا بازی کنه سیاه و فقط بعد از اینکه قلعه رفت اینجا با فیشر اینجا فقط فیل خودش رو گسترش داد. اینجا فیشر حرکت رخ ای که انجام میده بالاخره از پیاده خودش دفاع میکنه که بعد از اینکه اینجا حرکت بی 5 انجام شد فیل برمیگرده حرکت دی 6 دقیق حرکت با و حرکت سی انجام میشه آماده حرکتی حرکت دی 4 در نیت توی یک سری از پوزیشن ها خواهیم شد. اینجا قلعه میره بنکو و حرکت اچ انجام میشه جلوگیری میکنیم از این آچمزی که میدونیم بازیکن سفید میخواد فین کتو کنه و توی این قطر قرار بده فیلشو چون میتونه فشار رو به پوزیشن بیاره در حال تصمیمی که باید بازیکن سیاه بگیره اما سریعتر باید اسبش رو جابجا سریعتر باید اسبش رو جابجا کنه و حرکت سی پنج انجام بده و پوزیشن رو کنترل کنه که به هر حال اینجا اسب میره توی خونه b 8 بعد از اون حرکت دی 4 انجام میشه که اسب میره توی خونه دی 7 قرار میگیره اینجا اسب میره توی خونه ای 4 بعد از اون اسب میره توی خونه بی 6 قرار میگیره می 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 واقعا تهدید آنچنانی وجود نداره اما فیشر به خاطر این اسبش توی خونه ای 4 که به همون خونه مهمه اسب برسه و اونم خونه این f5 و این اسب هم جابجا شد چون اگر که الان اسب تو این خونه اینجا تعویض رو داریم اینجا فیشر میره سراغ استانداردهای روی لوپز و حرکت اسب دی دور انجام میده بعد از اون حرکت سی انجام میشه باید فضا رو بگیریم به هر نحوی که شده که این حرکت انجام میشه که فیشر میره سراغ پیاده خونه سی 5 با پیاده دی زده میشه و الان میخوایم در نهایت حرکت سی 4 انجام بدیم و فضای بیشتر بگیریم و پوزیشن میتونه به سمت بنکو چون پیاده هاش خیلی پیشرفت کردن البته اگر که وزیرها رو تعویض کنه باز هم پوزیشن برابر اما به خاطر این پیشروی میتونه یک مقدار بهتر باشه بنکو که این حرکت انجام شد اسب اومد توی خونه F5 قرار گرفت و همونجور که بتون گفتم اجازه تعویض رو دادیم که بنکو تعویض میکنه و تعویض میشه و الان از اونجایی که پیاده خونی E5 زیر ضرب حرکت وزیر C7 انجام میشه و از پیاده محافظت میکنه بنکو که اینجا حرکت G4 توسط بابی فیشر انجام میشه حرکتی که باید انجام بدین و از پیادهتون محافظت کنین از اون طرف ایده هایی برای جلو بردن پیاده هاتون دارین به همین دلیل اینجا حرکت ای چیش انجام شد نمیخواد اجازه این حرکت رو بده پال بنکو که بعد از انجام دادن این حرکت اینجا حرکت چهار انجام شد و اسب میری توی خونه بعد از اینکه البته حرکت سی چهار انجام شد و فیل اومد توی خونه سی دو اسب میری توی خونه h هفت قرار میگیره و الان واقعا حرکت عادیه که توی این پوزیشن اکثرا انجام میدن و از این خونه محافظت میکنن که به همین دلیل این حرکت انجام شد که الان اسب وارد پوزیشن میشه و باز هم از این خونه دفاع میکنیم همچنین از پیاده ای که زیر ضرب بود اینجا بنکو حرکت واضحی تو این پوزیشن داشت که واقعا هر شطرنج بازی تا ریتینگ بگم 1500 هم مطمئنا اینو میبینه حرکت رخ D8 و حمله کردن به وزیر میتونست این حرکت انجام بده اما اینجا میره سراغی که حرکت فوق اشتباه حرکت f6 انجام میده چرا چون داریم به این خونه حمله میکنیم و بازیکن سفید میخواد حرکت جی 5 انجام بده و ساختار رو بشکنه و با انجام دادن حرکت جی 5 ساختار وقتی که بشکنه مطمئنا میتونه فشاری رو به پوزیشن بیاره و این سرباز هم ضعیف میشه اگر که حرکت جی 5 انجام بدیم و پیادتون از خونه اف 6 محافظت کنه که به همین دلیل این حرکت رو انجام داد و بارها و بارها از این خونه خونه جی محافظت کرده و بازیکن سفید که چندین و چند بار به این خونه نگاه کرده که به هر دلیلی این حرکت اینجا انجام شد که اینجا اسب میاد توی خونه دیدو قرار میگیره و الان میخوایم وزیر رو توی این خونه قرار بدیم و در نیت پوزیشن رو کنترل کنیم و این قطر رو کاملا تحت کنترل بگیریم که این حرکت انجام شد رو خومت توی خونه دی هشت که الان وزیر میاد توی بازی جابجایی این اسب هم یک دلیل دیگه هم داشته اونم این بود که اسب رو توی این خونه قرار بدیم و این دو خونه رو هم تحت کنترل بگیریم و از اون طرف راه فیل رو هم باز کنیم برای قربانی هایی که احتمالا میخوایم بدیم که اینجا وزیر اومد توی خونه اف قرار گرفت که اشتباه محض بازی تو این پوزیشن انجام شد و عملا بازی رو واگذار کرد با انجام دادن این حرکت پال بنکو حرکت h 5 و قربانی کردن یک پیاده که پیاده رو به سادگی قبول میکنه اینجا بابی فیشر و مطمئنا هر کسی این پیاده رو قبول میکنه چون میتونیم شاه رو جابجا کنیم رو وارد بازی کنیم و کاملا پوزیشن تحت کنترل در نیت حرکت چیش رو هم خواهیم داشت که به هر دلیلی این حرکت انجام شد که بنکو اینجا اسبش رو میاره توی خونه دی 5 قرار میده و میخواد اسب خودش رو توی این خونه قرار بده به همین دلیل فیشر اینجا اسب خودش رو توی خونی دی 4 قرار میده همون ایده که داشت الان اسب میاد توی این خونه قرار میگیره که اجازه تعویض فیل سیاه رو فیل سیاهی که عملا توی کار نمیکرد رو میده شما نگاه کنید پیاده ها خونه سیاه پس قادتا اینجا شما تعویز میکنید و ساختار رو به هم میزنید و پوزیشن شما خیلی بهتر میتونه باشه این حرکت انجام شد از اون طرف از شر این اسب فوق العاده قدرتمند هم خلاص میشه تعویض میشه و تعویز میشه بعد از اون اینجا شاه میاد توی خونی ای h ساده ترین حرکت موجود بعد از اون شاه میری توی خونه چ 8 رخ میاد توی بازی رخ میری توی خونه اف 7 رخ میری توی خونه جی 6 بعد از اینکه اینجا فیل جابجا شد رخ ها دابل میشن و فشار رو به پیاده ای خونه g 7 مطمئنا میتونید ببینید ایده ای که فیشر اینجا داره واقعا ساده است و اونم اینی که وزیرم بیاره بعد از اون حرکت اچ 6 انجام بده هر حرکتی بزنه بازیکن سیاه ما در نهایت رو کنترل میکنیم فیل هم بخواد بیاد دفاع کنه بعد از سرویس فیل میاد توی این خونه و ضعیف میشه اما بهتره که فیل سیاتون رو فعلا چون میتونه از این خونه محافظت کنه نگه دارید توی بازی که به هر دلیل اینجا فیلم میاد و دفاع میکنه بعد از اون حرکت ای چیش انجام میشه قادتا تعویز به نفعتون نیست چون مات در یک حرکت پس تعویز رو نداره اینجا بنکو که اینجا وزیر گسترش پیدا میکنه بعد از اون وزیر میره توی خونه جی 4 قرار میگیره و الان بعد از اینکه رخ رفت توی خونه دی 7 قرار گرفت و باز هم از این خونه محافظت کرد اینجا فیشر ببخشید اینجا فیشر عجله نمیکنه و فقط حرکت F3 را انجام میده و از اسب خودش محافظت میکنه و همچنین از این قطر که ممکنه خطراتی رو ایجاد کنه بازیکن سیاه و اذیت کنه شاه سفید رو که به هر دلیلی این حرکت انجام شد و الان بنکو یک اشتباه فاحش رو تو این پوزیشن انجام میده و فیل سی پنج میکنه این حرکت دیگه تقریبا برد رو تقدیم بازیکن سفید کرده چون میتونیم از شر فیل سیایی که میتونست دفاع کنه از خونه ضعیف در واقع خلاص بشیم اینجا این حرکت انجام شد که تعویض میکنه اینجا فیشر و با وزیر زده میشه و اینجا با رخ میریم سراغ پیاده خونه جی هفت این حرکت انجام شد و قاعدتا باید تعویض بشه با پیاده میزنیم همراه با کیش تعویز رو ندارین چون مات میشین همونجوری که این رخ هم دفاع کرده از وزیر پس باید شاه جابجا بشه که حرکت که تو این پوزیشن وجود داره اونم حرکت وزیر جیشیش انجام میده فیشر و تهدیدم که کاملا واضحه وزیر میخواد بیاد توی خونه ای هشت که به همین دلیل اینجا دفاع میکنه بنکو از این حرکت بعد از اینکه اینجا فیل وارد پوزیشن شد اشتباه محض بازی تو این پوزیشن توسط بنکو انجام میشه اما واقعا سخته که بخواین دقیق ترین حرکت رو تو این پوزیشن پیدا کنید و بازی رو تموم کنید اینجا بنکو حرکت وزیر سی انجام داد که پوزیشن رو کاملا بازنده کرد که اینجا ازتون میخوام ویدیو رو استوب کنید و سعی کنید حرکت بی نظیری که بابی فیشر تو این پوزیشن انجام داد رو شما هم پیدا کنید حرکت فوق سختیه تبریک میگم به که این حرکت رو پیدا کردن حرکت بی نظیری که بابی فیشر تو این پوزیشن انجام داد و نشون داد که چه اختلاف سطحی با بنکو داره اینجا بابی فیشر حرکت وزیر ای رو انجام داد این حرکت انجام شد و توی این پوزیشن حرکت 37 هفتم بنکو از بازی انصراف داد و یک برد ارزشمند برای بابی فیشر توی دور اول مسابقات قهرمانی آمریکا اما دلیل انصراف چی بوده هیچ حرکتی وجود نداره جز اینکه یا قربانی رو قبول کنین یا اینکه با اسپ بلاک کنین اگر که با اسپ بلاک کنین پیاده تبدیل به وزیر میشه بعد از اینکه شاه جابجا شد کیش تحمیل میشه اما اگر که وزیر اینجا قبول شد جابجایی این رخ دفاع خونه دی پنج از دست میده و شما میتونیم با فیلمون تو این کش بدیم و شاه خونه ای رو نداره و مجبوریم با رخ دفاع کنیم بعد از اینکه این سری تعویض ها انجام شدن وارد این لای میشیم که دو پیاده منفرد روند قطعا بازی رو تعیین میکنن و ما رخ داریم و بازیکن سیاه اسب که قطعا بازی برای سفید برند است که به همین دلیل بنکو از بازی انصراف داد و یک برد ارزشمند برای بابی فیشر امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگر که انتقاد پیشنهاد و نظری دارید حتما توی بخش کامنت سیکشن به من بگید و اگر که از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید که به بیشتر بیشتری داده بشه ممنون و تا یک ویدیوی دیگه و یک شطرنج دیگه خدا نگهدار